تو درس 66 با همون تم میدیا اند انترتینمنت قرار روی اسپورتینگ ایونتس یعنی رخدادهای ورزشی تمرکز کنیم. Hey guys, how are you doing? سلام علیکم، احوال شما خوبین، خوشین، سلامتین. خیلی خوش اومدید به استر انگلیش. من حسینم با درس 66 از سری درس‌های آموزش لغات 0 تا 100 دوره متوسط بر اساس آکسفورد ورد اسکیلز سطح اینترمدییت در خدمتتون هستم. امروز 66 درس رو داریم و عدد باحالی 66. درس 66 بچه‌ها همونطور که بهتون گفتم همون میدیا اند انترتینمنت، تم وسیعیه، خیلی موضوعات مختلفی داخلش هست و قراره بره سراغ رخدادهای ورزشی. بنابراین let's get started، بزن بریم که شروع کنیم. یه تو پرانتز یه چیزی بگم تا بریم سراغ اصل درسمون، این که بچه الانا که این درس رو دارید میبینید، من دوره جدیدی استارت زدم و ویدیوهاش رو احتمالاً الان میتونید توی کانال پیدا کنید. دوره در واقع گرامر هست، گرامر رو از مبتدی بر اساس کتاب گرامر این یوز سطح بیسیک استارت زدیم و از بی بسم الله 0 تا 100 گرامر رو قراره با هم شروع کنیم و پیش ببریم. فکر می‌کنم که خیلی به کارتون میاد، میتونید تماشا بکنید و لذت ببرید از اونجا. همینم گفتم بهتون بگم که حواستون باشه. و اما سراغ درس 66 خودمون بریم. 134 135 درس 66 134 رو شروع بکنیم. صفحه اولش تیتر زده Sporting Events. Sporting یعنی ورزشی اینجا. ترجمه دیگه نکنید. Events خیلی این تلفظ می نویسم که یادتون بمونه که نوشته بودین مهمه. اینم علامت میذارم که یعنی تلفظ. استرس رو سیلاب event روی سیلاب دوم بیارید. نگید event. نه. event. استرس رو سیلاب دوم. الان دیگه event تو فارسی هم فکر کنم به کار میره. دیدم شرکت ها مثلا میگن ما یه ایونتی داریم برگزار میکنیم. ایونت یعنی رخداد، رویداد. مثلا جمع میشن دور هم یه کاری میکنن. حالا sporting events یعنی رخدادهای ورزشی. قسمت A در مورد the Olympics، همون المپیک خودمون قرار صحبت کنیم. تلفظش چی شد؟ the Olympics. بریم توی متن ببینیم توی باکس سبز چی آورده. 5 تا عکس داده. از بالا نوشته Summer Olympics، المپیک تابستانه. Facts and figures، حقایق و اعداد و ارقام. Figures بچه ها چند تا معنی متفاوت داره. یکیش اعداد و ارقامی که اینجا اون معنی رو میده. توی متن بچه ها پاراگراف اول، نقطه اول، The first games took place in 776 BC. Took place یعنی اتفاق افتاد. Took place مثل happened. رخ داد، اتفاق افتاد 776 سال قبل از میلاد مسیح بچه ها. BC BC stands for before Christ. Christ یعنی مسیح، قبل از مسیح. Before Christ. BC از اینجا میاد بچه ها. Before Christ. 776 سال قبل از میلاد مسیح. حالا تو تاریخ چجوری در شده نمیدونم، ولی میگه اولین بازی ها مال اون موقع است. With one competition، با یه رقابت، یه مسابقه. competition مسابقه است بچه ها. A race of about 192 meters، یه مسابقه حدودا 192 متری، یه مسیر 192 متری رو باید ظاهرن میدویدن. race بچه ها competition که کلن رقابت، ولی ریس کمپتیشن یه رقابتی مسابقه یه که چندین نفر، چندین تیم، چندین گروه، چند با هر چیزی، با ماشین، با موتور، با دویدن، با شنا، یه نفر میخواد از بین اینا نفر، یعنی همه میخواد نفر اول بشن، ببینیم اول کیه، اصلا بزنن جلو، اصلا سریع‌تر باشن. اینو بهش میگیم ریس. بیام نقطه پایینی، میگه the first modern olympics، اولین المپیک مدرن، took place in 1896 with 241 competitors، برای سوشال یک شرکت کننده. competitors جالبه راجع به این لغت صحبت بکنیم بچه ها، تو اسپاتلایت هم آورده اتفاقا. از فعل compete شروع میشه یعنی رقابت کردن، میاد مثلا ساخته میشه competition، competition، بعد میاد مثلا میسازه competitor، بعد میاد میسازه competitive. این لغت رو میاد میسازه. پس چی شد؟ compete، ارزم به خدمتون competition، competitor و competitive. توی اسپاتلایت نوشه اینا رو، فکر میکنم که اینجا رو آی کنید بچه، عذرخواهی میکنم. خب پس چی شد؟ compete به عنوان فعل رقابت کردن، competition به عنوان noun رقابت، مسابقه، competitor یک noun اون شخصیه که بچه مسابقه میده، مسابقه دهنده، شرکت کننده، اینجوری بگیم. و competitive یک صفته، adjective
یعنی آدمی که اهل رقابت، خیلی رقابتیه، اهل این چیزاست، competitor، competitive. این هم از این. پس اسپاتلایت رو ما اولا اینجا کار کردیم، اینو بذاریم کنار. میگه 241 شرکت کننده taking part، شرکت کردن، take part بچه شرکت کردنه، مثل participate میمونه. شنیدین قبلا participate رو؟ participate این هم شرکت کردنه، take part هم شرکت کردنه، این PA یا بچه participate، take part. میگه شرکت کردن in nine sports، تو 9 تا ورزش متفاوت، including که داخل این 9 تا اینا بود، athletics یه لغت بریتیشه بچه، همونی که ما تو American English بچه های نیویورک و کالیفرنیا میگن track and field ما میگیم تو American English به چه معنی؟ دو میدانی، athletics، track and field، ما میگیم track and field. پس همون track and field دو میدانی بوده، cycling رکاب زنی دو شخص سواری بوده، fencing شمشیر بازی بوده، بسخواهی میکنم، gymnastics جیمناستیک بوده، weight lifting وزن برداری بوده، and shooting و تیراندازی بوده. By 2016 تا 2016 there were over 11,000 people، 11,000 نفر بودن که competing رقابت میکردن تو 28 ورزش مختلف. نقطه سوم، پارت بعدی، gymnast لاریسا لاتینینا، اگه درست خونده باشم، میگه جیمناستیک کار، جیمناست یعنی کسی که جیمناستیک کار میکنه، فلانی، holds the record for the woman with the most Olympic medals. Hold the record بچه، رکورد رو هم میتونید hold کنید، hold a record، هم میتونید break کنید، break a record، یعنی میتونید رکورد رو دستتون باشه، رکورددار باشین، یا میتونید break رکورد نفر رو بشکنید، break a record. میگه رکورد چی رو داره؟ رکورد the woman with the most Olympic medals، خانمی که بیشتر از همه توی المپیک مدال گرفته، بیشترین مدال المپیک رو داره، Olympic medals. She later اون بعدن coached the national gymnastics team، بعدن coach میکرد یعنی مربیگری میکرد تیمهای ملی جیمناستیک رو، coach پس به معنی مربیگری کردنه، هم فعل هم اینجا کوچ رو به عنوان نام داریم یعنی مربی، اسم معنی مربی میده، معنی مربیگری کردن هم میده. و اما نقطه آخر بچه ها، پارت آخرش میگه boxing is now the only Olympic sport، میگه بوکس الان تنها ورزش المپیکیه که where professionals are not allowed to compete، که حرفه‌ای ها مجاز نیستن به شرکت داخلش، are not allowed یعنی اجازه ندارن به شرکت، professionals یعنی حرفه‌ای ها، پروفشنالز میگیم منظور حرفه‌ای یا اینجا تو ورزش منظورمون اون حرفه‌ای و آماتور نیست، منظورمون افراد، به کسی در واقع میگیم حرفه‌ای که از این در واقع اونم هستا، ولی در واقع بیشتر از این بابت بهش نگاه میکنیم که پروفشنال کسیه که از اون کاری که انجام میده پول در میاره، آماتور کسیه که نه مثلا دلی تفریحی اینجوری انجام میده، ولی پروفشنال کسیه که پول در میاره از اون کار، حرفه‌شه در واقع، پروفشنش هست. نمیدونم راجع به بوکس خبر دارین یا نه، ولی مسابقات در واقع المپیک بوکس، مسابقات المپیکیش، اونایی که خیلی حرفه یعنی اینا معمولا اصلا شرکت نمیکنن، چون هم قوانین متفاوتی داره، همین که ریسک آسیب پذیری رو خیلی میبره بالا، بنابراین اون ورزشکاری که خب حرفه و کارش اینه پول در میاره، با اون تو مسابقات غیر المپیکی میتونه میلیون ها دلار پول در بیاره، نمیاد قطعا بره المپیک بازی کنه، حالا یه مدالی چیزی هم بگیره، براش خیلی اهمیت نداره. اینجوری ماجرای بوکس. بریم سراغ صفحه بعدی. خب رو صفحه دوم درس 66 هستیم، صفحه 135، The World Cup، جام جهانی. واو خیلی جذابه، بریم بخونیم این راجع به جام جهانی چی نوشته. فقط نمیدونم چرا The World Cup گذاشته، بعد اینجا عکس بارسلونا، ها در مورد چی صحبت کرده در واقع، چرا متوجه شدم، چرا در مورد چمپیونشیپ قهرمانی صحبت کرده، نه لزوما حالا World Cup جام جهانی فوتبال اون اصلیه، می‌خواسته اینو اشاره بده، چمپیونز رو می‌خواسته اشاره بده در واقع که اینا هم قهرمان هستن. بخونیم ببینیم چی میگه. The World Cup is an international football championship. جام جهانی، The World Cup. کاپ همون کاپو بهش میگن، هم World Cup منظور مسابقات تورنمنت. Is an international football championship. قهرمانی بین‌المللی فوتباله.
چمپینشیپ قهرمانی، چمپینشیپ یعنی رقابت‌های قهرمانی که نفر تش یا یه نفر یه تیم قهرمان میشه. And like the Olympic Games، مثل بازی المپیک، it is also held every 4 years. هر 4 سال یه بار برگزار میشه. راجع به المپیک جام جهانی داره صحبت میکنه. It is also held every 4 years. این هم مثل بازی المپیک هر 4 سال برگزار میشه. پس be held. چرا be held؟ چون معمولا ساختار پسیوه. حالا بچه که یه ذره گرامر بیشتر بلدن. میگم آقا بازی توی مثلا بازی در هوای بارونی برگزار شد. The game, the match was held in rainy weather. یا بازی ها مثلا یک شنبه و دو شنبه برگزار میشه. The matches are held on Sundays and Mondays. یادونه بی یه امایز آر واز و ور دارم بسته به اینکه چه تنسی میخوام بسازم و held بغلش. held که حالت سوم فعل hold هست. خودونه که گرامر بیشتر بلدن این ساختار بیشتر میتونن استفاده بکنن. میگه هر 4 سال برگزار میشه. First of all اول از همه countries have to qualify. اول باید qualify بشن. qualify شدن یعنی چی؟ یعنی مجوز حضور رو بسخواهی میکنم. مجوز حضور رو پیدا بکنن. کسب بکنن. اینو میگن qualify شدن. In their different continents. توی قاره شون مجوز حضور رو پیدا بکنن. یا از هر قاره یه تعداد مشخصی تیم داریم. Except for the host nation. بجز تیم در واقع میزبان. یه تیم میزبانی دارین دیگه. مثلا مسابقه مثلا جام جهانی امسال توی چه میدونم مثلا آمریکا برگزار بشه، آمریکا که تیم میزبانه خودش دیگه هست، نیازی نیست کوالیفای بشه، اتومات هست اون تیم اولیه. هوست نیشن پس منظورشون ملیت اون کشور میزبان است، اکسپت هم که یعنی بجز. بیفور دی کن تیک پارت این دی فاینال تورنمنت، قبل از که بخوان توی اون تورنمنت اصلی شرکت بکنن باید اون کوالیفای انجام بشه. در ادامه کوالیفای داشینه میگفت دیگه. تورنمنت هم همون تورنمنت خودمونه یا رقابت خودمونه. The first World Cup was in Uruguay. Uruguay بچه در واقع کشور هم اوروگوئه خودمونه. میگه تو اوروگوئه برگزار شد. In 1930 تو سال 1930 with just 13 countries. کلن 13 تا کشور. And that has now risen to 32 countries. و الان اون رسیده به 32 تا کشور. In recent tournaments. تو تورنمنت های اخیر. Recent tournaments. The most successful team has been Brazil. موفق ترین تیم برزیل بوده. They have won the final. یعنی فینال رو برنده شدن. فینال مسابقه فینالی که ما میگیم همینه. فینال. فینال رو برنده شدن. And the competition 5 times. در رقابت ها رو 5 بار. 5 times. The current champions. قهرمان های فعلی. در حال حاضر current باشه. یعنی فعلی در حال حاضر. current لغت باحالیه. قیدش هم میکنیم. الوای اضافه میکنیم. مینویسمش. Currently. در حال حاضر. این adverbش. Current یا currently. Current champions قهرمان فعلی in 2019 اون کتاب پس 2019 ادیت خورده میبینید کتاب جدید و خوبیه. Are France قهرمان فعلی فرانسه ان but that may be different by 2022 یعنی ممکنه 2022 فرق بکنه که بله فرق کرد کی بود؟ اینم از این. خب اینم از قهرمان ورلد کاپ و کی قهرمان شد و کی برد و کی باخت و ورلد کاپو گفتم. پایین تو اسپاتلایت در مورد چمپیونشیپ و تورنمنت گفته بچه. دو تا لغت چمپیونشیپ و تورنمنت خیلی شبیه همن. جفتش یعنی مسابقات قهرمانی رقابتی. همچین معنی داره. مثال پایینش هم نگاه کنید. He won a medal at the European Athletics Championships. یعنی مدال برنده شد at the European Athletics Championship تو مسابقات قهرمانی دو میدانی اروپا. اروپایی European Athletics Championship. یا پایینی میگه a golf tournament, a basketball tournament, a tennis tournament, tournament فلان. همینو که تو گفتم. مرسی که همراه بودین. عکس تخت فرمون نشه. از کانال تلگرام تمرینار یادتون باشه که حتما انجام بدین و کامنت بذارین برام و سوالی هم که داشتین حتما بپرسین. ممنونم که همراه کردین. تا درس دیگه مراقب خودتون باشین. Take care and bye bye.